چرا هواپیماها بوق دارند؟ تا حالا به این فکر کردین که آیا هواپیما هم بوق داره؟ میدونید که هواپیماها برای هشدار به سایر هواپیماها چیکار میکنند؟ یا وقتی روی زمین و باند فرودگاه در حال حرکتن چطور به بقیه هشدار میدن تا از سر راهشون کنار برن؟ بالاخره هواپیما هم یک وسیله نقلیه است و باید به شیوهی با هواپیماهای دیگه ارتباط برقرار کنه. همه ما با سر و صدای بوق ماشین ها آشناییم. هرچند یه وقت ها این کار رو به منظورهای مختلف و معانی دیگه هم به کار میبرن. اما فعلا با بوق ماشین و معانی که ممکنه داشته باشه کاری نداریم. میخوایم این پرسش عجیب و جالب رو بررسی کنیم که آیا هواپیماها بوق دارند؟ سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. لطفاً قبل از شروع ویدیو به کانالمون سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. اگر براتون سوال شده که آیا هواپیماها بوق دارن یا نه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. بوق هواپیماها وقتی در آسمانند. تصوری که از بوق ماشین یا قطار دارید برای بوق هواپیما صادق نیست. تمام هواپیماها مجهز به دستگاه هشدار دهنده‌ای هستند که در صورت نزدیک شدن بیش از حد یک هواپیمای دیگه به اونها هشدار میده. اگر این فاصله از حد مجاز کمتر شده باشه، هواپیما با کاهش یک باره سرعت شبیه ترمز کردن ماشین یا کاهش ارتفاع از برخورد و تصادف جلوگیری میکنه. اکثر هواپیماها توی کابین خلبان بوق هشدار دارن که البته هواپیماهای بزرگتر بوقهای مختلفی برای اعلام نقص فنی یا خطر دارند. البته فراموش نکنید که این صداها، سیگنالها و بوقها فقط توی کابین خلبان و برای هشدار به اون شنیده میشه و صدای بوقشون مثل ماشین و اتومبیل در فضا پخش نمیشه. یه لحظه تصور کنید اگر هواپیماها در آسمان بوق میزدند، چقدر آسمان پر سر و صدا میشد. بوق هواپیماها وقتی روی زمین و باند فرودگاه هستند. هواپیما دارای سیستم هشدار و ارسال سیگنالیه که مثل بوق ماشین عمل میکنه. وقتی هواپیما روی زمین قرار داره و مهندسین پرواز در حال بررسی و کار روی هواپیما هستند، با فرستادن سیگنال با همکارانشون ارتباط برقرار می‌کنند. خدمه پرواز یا مهندس‌ها برای ارسال سیگنال یا همون بوق زدن، دکمه کوچیکی رو که به اسم GND مشخص شده فشار میدن. اگر توی فیلم‌ها یا از نزدیک توی کابین خلبان رو دیده باشید، لابد میدونید که یک عالم دکمه روی پنل کنترل هواپیما وجود داره. پیدا کردن دکمه بوق GND بین این همه دکمه کار سختیه. اما وقتی این بوق به صدا در بیاد، آنچنان صدای بلندی ایجاد میشه که انگار سه کشتی بخار از زیر هواپیما در حال عبورن. بعد با متصل کردن هدست میتونن مستقیماً با همدیگه صحبت کنن. هواپیماها چگونه از برخورد با هواپیماهای دیگر جلوگیری میکنند؟ هواپیماها و خلبانها از نشانه های بصری برای هشدار و ارتباط برقرار کردن استفاده میکنند. مثلا با خاموش روشن کردن چراغ به همدیگه علامت میدن. البته هواپیماهای مدرن مجهز به سیستم جلوگیری از برخورد ترافیک هوایی یا TCAS هستند. در صورتی که دو تا هواپیما بیشتر از حد به هم نزدیک شده باشند و در معرض خطر تصادف یا برخورد باشند، این سیستم به هر دو خلبان اطلاع و هشدار میده تا یکی از هواپیماها بالاتر و هواپیمای دیگه پایین‌تر پرواز کنه. علاوه بر این، هواپیماها سیستمی به اسم ACARS دارند که دائما با ماهواره‌ها و زمین در ارتباطه و اطلاعات مربوطه رو ارسال و دریافت می‌کنند. بنابراین خلبان به خوبی از موقعیت هواپیما و احتمال وجود خطر برخورد با بقیه هواپیماها مطلع خواهد بود. درباره آژیر خطر در هواپیماها چی میدونید؟ کاربرد چراغ‌های رنگی روی بال هواپیما چیه؟ لطفاً نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و با لایک ویدیو و معرفی اون به دوستانتون از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.